به به، ببینید این جوجه کباب زعفرونی چقدر نرم و آبدار شده. برای اینکه جوجه کباب خشک نشه و همینطور آبدار باشه، تکه های گوشت زعفرونی شده یه مرغ رو با کمی روغن چرب میکنم. ماست، سس مایونز، آب لیموی تازه، فلفل قرمز، پودر خردل، نمک، مجددم فلفل، پیاز و فلفل دلمه ای رو با هم مخلوط میکنم. برای این جوجه کباب زعفرونی من فقط از گوشت سینه و فیله مرغ استفاده کردم. حالا گوشتای زعفرونی شده رو با مواد مزه دار میکنم. چند ساعتی گوشت رو توی یخچال میذارم. بعد از چند ساعت گوشتای مرغ نرم و مزه دار شدن. حالا سعی میکنم قطعات هم اندازه رو به یه سیخ بکشم. تمام گوشتای مرغ رو به سیخ میکشم. سیخ ها رو تو جای سرد نگه میدارم. من از این کباب پز که روی شعله اجاق گاز قرار میگیره استفاده میکنم. این پرم با شعله میچرخه و حرارت رو به زیر سیخ ها هدایت میکنه. سیخ ها رو روی کباب پز میچینم. منتظر میمونم تا یه سمت جوجه کباب برشته بشه. سیخ ها رو برمیگردونم تا همه طرف کباب زعفرونی برشته بشه. گوجه ها رو به سیخ میکشم و روی شعله کباب میکنم. زعفرون و کرم که باعث براق شدن جوجه کباب، خوش رنگ تر شدن، همینطور خوش طعم تر شدن این جوجه کباب زعفرونی بی‌نظیر میشه.